مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس از کاهش 50% محصولات گندم طی سال جاری نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند محصولات گندم امسال به 55 تا 57 هزار متریک تن می‌رسد که این آمار در سال گذشته 95 تا 97 هزار متریک تن بوده است. 50% د بادغیس ولایت د غنمو حاصلات سږ کال کم شوی دی. هغه علت او وجه دا و چې سږ کال په ټول افغانستان کې وچکالی و، او خصوصا په بادغیس ولایت کې. د بادغیس ولایت چې دی دا یو للمي ساحه ده چې په کال باراني او باران پشکې وسي حاصلات یې پیشرفت کوي، او که چیرې کال باراني نه وي بیا یې حاصلات کمیږي. از سوی هم شمار از کشاورزان در بادغیس میگویند عوامل متعددی از جمله للمی بودن زمینهای زراعتی، خشکسالی و کاهش بارانهای فصلی سبب کاهش محصولات آنان شده است. آنان انتظار دارند تا دولت در راستای توزیع تخمهای بذری مقاوم به کم آبی و اصلاح شده و مهار ساختن آبهای بارانهای فصلی گام بردارد. امسال نسبت به سالهای گذشته که سال خشک آمده و کم بارانی همه بسیار ضعیف گندم ساخته و هیچ دول رقمی درست حسابی نداره، ضعیفتر از سالهای گذشته. خرج ما دگیر نمیازید، اگر دولت دما همکاری نکنه خود از ما مردم که خصوصا ما مردم دیمکار که دیمکاریم، ما اینجا دیگه چی نداریم، دیگه زمین آبی و دیگه از این چی نداریم که ما چی ورداریم، یعنی مسئولی بیشتری ورداریم. از این کمی همین خرمونا ما که مومینین همین خرمونا ده بالاخره همین سوخته و چی آیه چی اک دول رقم خوبی نداره. دیوانه امسال ما نسبتاً در پارسال نسبه گیر کرده. اگر مثلا پارسال 100 من گیر میکرد ده نفوسیم، امسال 50 من گیر ممونه. مقصد هیچ چی نموشه، اون به ترختول و مثلا به اوشرو میتو خلاص موشه در گیر ما هیچ چی نمونه. ما دولت خوشمندم در این مردم همکاری کنه، کمک کنه. دولت توجه بکنه که باید که خوشسالی آمده، آب کم شده، مثلا بندای مقصد ذخیرات جور کنه، آب زیرزمینی درست شه که مردم از او استفاده بگیره. با این همه آگاهان امور زراعتی پیشنهاد می کنند که جلوگیری از قطع بیرویه جنگلات و احیای آن، کاشت قطاره گندم و به کار گرفتن سیستم ملچ یا پوشانیدن زمینهای زراعتی از کاه سبب افزایش محصولات للمی خواهد شد. اگر ما از قطع بیرویه جنگلات جلوگیری بکنیم، سبب میشه که تا همون ثبات نسبی اقلیمی حفظ بشه. و برای کشت للمی راهکاری که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم که تا کشت للمی رو بتونیم سطح عملکرد زور بالا ببره، سیستم ملچ هست. اگر ما بتونیم که اراضی که به او محصولات للمی رو کشت میکنیم، به طور خاص گندم رو کشت میکنیم، او اراضی کلا تحت پوشش کاه یا بقایای نباتی قرار بدیم تا بتونه در جریان فصل رشد زمین میزان رطوبت نسبتی خود کمتر از دست بده و آب مورد نیاز نبات به زمین حفظ بشه. این یک از راهکارها میتونه بوده باشد. باید گفت که اکثر ساحات و اراضی کشاورزان بادغیس للمی بوده و محصولاتشان وابسته به بارانهای موسومی است. اما کاهش بارانها طی چند سال اخیر سبب شده است تا میزان محصولات کشاورزان کاهش یافته و آنان را متضرر سازد. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.